مقامات انتظامی ولایت سوغد شیوه‌های مقابله با تظاهرگران و یا به گفته وزارت امور داخلی فرو نشاندنی بی‌ترتیبی‌های عمومی را تمرین کردند. وزارت کارهای داخلی روز 21 ژانویه در یک بیانیه گفت یک گروه شرطی اهالی با سبب نبودی برق گرد همایی کردند و ماموران میلیسه زود به محل حادثه آمده یک گروه را دستگیر و به قرا با استفاده از گاز اشکاور ماشین‌های آبپاش پراکنده کردند. تمرین آماده باشی طول یک هفته ادامه کرده، مقصد آن تامین ترتیبات جمعیتی، حمایت حیات ساکنان، حفظ مالکیت جمعیتی و دولتی هنگام تجمع اهالی با نشان اعتراض گفته شده است. در همین حال کارشناسان میگویند ناراضگی زیاد شده مردم بیم مقامات را به وجود آورده است که چنین تمرین ها را پیش گرفتند. با نظر داشتی اون که آب در آب انبار نارک خیلی کم شده است و امکانیتی احتمالیتی کم شدن قوه برق هست و این میتواند به یگان ناراضگی های مردم آورده رساند، شاید که به همین خاطر یعنی یک تیاری دیده ایستاده باشند مقامات که در صورت ضروری اونها توانند یک واکنش کنند. تمرین فرو نشاندن تظاهرات با گروه شرطی تظاهرگران در حال است که در تاجیکستان برگزار کردن تظاهرات منع است و تظاهرات هم حادثه بسیار نادر است. تمرین مقامات انتظامی با گروه شرطی تظاهرگران در حال روی می‌دهد که در تاجیکستان بر اساس قانون برگزار کردن تظاهرات آزاد اما با اجازه مقامات است، اما از زمان جنگ داخلی سالهای 90 مردم از این راه بیان اراده خود پرهیز می‌کنند. هرچند در سال 2020 در ناحیه خراسان و روشان تظاهرات پر ازدحام ساکنان برگزار شدند. پس از تظاهرات ساکنان دهات سلزده ناحیه خراسان 6 نفر بازداشت شدند که تا حال سرنوشت آنها معلوم نیست.